باید بایان 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 مرحبا، خوشگلدینید دورا دیم لره. خانم و آقایون عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به اصطلاحات با دورا امروز میخوایم هشت اصطلاح جدید با همدیگه یاد بگیریم قبل از رفتن سراغ درس به فرمایید سابسکرایب، لایک کامنت یادتون نره، دیم لره روز خب دوستانم اولین اصطلاح هست آزلارا ساکز اولمک ساکز از ساکز آدامس میاد آزلارا ساکز اولمک کنایه از نقل مجلس شدن هستش حالا بعضی جاها نقل مجلس هم ازش استفاده میکنن توی یکی از یک قطعه شعری هستش که میگه به شبنشینی زندانیان برم حسرت که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است اینطوری نقل مجلس کسی یا چیزی میشه هر کسی آزندا کنوشولور اولماک آزلارا دشمک آنلامندا سویلریز بازن دیدی کدو یا پارکنده نقل مجلس اولماک دریز هرکس که همون هرکس هستش آز دهن konuşولور olmak یعنی صحبت شدن در مورد چیزی قابل صحبت باشه. آضلا را دmek تو دهنها افتادن. anlamı سویلریز یعنی به معنای این استفاده می کنیم که نقل مجلس هر کسی شده و توی دهن کسی افتاده یا دارن در موردش غیبت میکنن توی این جور ها مثلا او کدر باشه باش بش داورنده که آزلارا سکز oldu میگه انقدر این آدم آسی، بیخیال، خیلی سرسری رفتار کرد که نقل مجالس شد. همه الان دارن در مورد اون آدم صحبت میکنن. اصطلاح بعدی هست آزا آچک کلمت. آچک یعنی باز، یعنی دهنم باز موند. از تعجب، از چه میدونم احتشام و شکوه یک چیزی وقتی دهنمون باز میمونه میگیم آزم آچک کلده شاشکنلک دویدیموز بیرشهی آنلاتمک ایچین کلنرز شاشکنلق یعنی تعجب، دویماک یعنی احساس کردن، شنیدنش حتی مثلا یه جاهایی میگه وقتی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم از یک چیزی بسیار متعجب شدیم مثلا بنگ چند سن دیزنیلنده گیتیم سال گذشته رفتم دیزنیلند انقدر عجیب بود انقدر همه چی عالی بود انقدر شکوه بود که متعجب شدم و دهنم واموند آزم آچیب کالد دهنم وامون بریم اصطلاح های بعدی با بچه ها اصطلاح بعدی هستش آز گفشک گفشک یعنی گشاد باز این یعنی دهن لغ دهن گشاد یعنی وقتی به کسی چیزی میگیم نمیتونه توی خودشون حرف و نگه داره میبره پخش میکنه به همچین شخصی میگن آزه گفشه که گیزی گیز سر کیم سر ایچین دریز گیز یعنی سر راز همونطوری که سر به معنای سر و راز هستش میگه که کسی که نمیتونه اسراری رو که فهمیده یا نمیتونه رازداری بکنه ما به این شخص میگیم آز گوشک مثلا اونا هر شین آنلات ما آز گوشک همه چیز رو تو به اون نگو دهنش لقه اصطلاح بعدی هست آزیل کوش توتمات که اینجا به شکل توتسا نوشتیم کوش همون گوش پرنده هستش حتی اگه با دهنش پرنده بگیره یعنی یه کار غیر قیره... یه کار خارق العاده و عجیب انجام بده اینو که استفاده میکنیم وقتی میخوایم بگیم ببین فلانی حتی اگه خودشو بکشه هم فلان اتفاق نمیافته بهش میگن آزیل توتسا یعنی عجیب ترین کار ممکن رو بتونه انجام بده هیچ کیمسنین یاپ مایجا شیلری یاپسا اونا اولوملو باکامادومز کیمسه هیچ کیمسه که همون هیچ کس هستش یاپماک انجام دادن اینجا منفیش رو استفاده کرده اولوملو مثبت و باکماک نگاه کردن میگه به کسی که حتی اگر کاری رو انجام بده که هیچ کسی نمیتونه انجام بده ما باز هم بهش نگاه مثبت نداشته باشیم باورش نکنیم یا قبولش نداشته باشیم اینو استفاده میکنیم مثلا آزیلا کوش توتسا بیله یینه آرشین گزونه گیرمز یعنی حتی اگه با دهنش پرنده هم بگیره یعنی حتی اگه خودشو بکشه عجیب و غریب ترین کارهای ممکن رو انجام بده بازم تو چشم آرش فرو نمیره نمیتونه خودش رو بقبولونه به آرش منظورمون این هستش بچه آز ایله حالت نوشتاری و مکتوب تری هستش آزیلا حالت محاوره بریم دو اصطلاح بعدی آخرین اصطلاحاتمون بالایی هست آز کلاکلرنا وارماک آز که دهن بود کلاک یعنی گوش وارماک رسیدن یعنی اینکه نیشش تا بناگوشش بازه بار معنایی مثبت داره بچا وقتی که یه نفری خیلی خوشحاله داره قهقهه میزنه همه دندون افتاده بیرون آز کلاکلرنا وارماک شده بیر کیمسنین کندیسیل ایلگیلی önemli bir şey ve sevinmesi durumunu anlatmak için kullanırız. Bir kimse ki ye nefere kendisi der mordu kodeş ilgili rap dadan hastır. Önemli bir şey. یه چیز خیلی مهمی رو سوین مسی در رو که چین سوین مک یعنی خوشحال شدن برای نشون دادن موقعیت خوشحالی این آدم ما از این کلمه استفاده میکنیم پس گفتش چی؟ گفت وقتی که یک آدمی یه اتفاقی رو در مورد خودش داره بیان میکنه یا اتفاقی افتاده که باعث خوشحالی فراوانش شده از این کلمه استفاده میکنیم مثلا ارکاداشون اولیلیک تکلیفه آده آز کلکلرون رو گله گله گلدی دوستان پیشنهاد ازدواج گرفته میشه اشتابن و گوش بازه و در حال خندیدن داره میاد و آخرین اصطلاح هست آز لاف یپمک بچه ها لاف همون حرفه لافه ağzı laf yapmak yani میتونه حرف های خوب خوب بزنه حرف های BEZENE kolay ve oldukça inandırıcı söz söylemeyi becerir olmak söz söylemesini bilmek anlamında kullanırız kolay ki rahat hastesh. oldukça yani be andaze kafi inandırıcı یعنی قابل باور سوز که حرف söylemek گفتن بجری رو مک بجرمک یعنی توانستن سویلمه سنی بیلمک انلامنده دا دانستن فهمیدن هستش میگه کیا استفاده میکنیم زمانی که بتونیم یک حرف ساده رو قابل باور رو به خوبی استفاده کنیم بتونیم منظورمون رو برسونیم بهش میگیم آزو لاف مک. یعنی اینکه خیلی خوب حرف میزنه باز insanların ağzı çok güzel laf yapar böyle insanlar genellikle de çok başarılı olurlar بعضی از آدم ها خوب حرف میزنن متقاعد کننده حرف میزنن و معمولا همینجور آدم ها آدم های بسیار موفقی هستن çok önemli. Ağzınız güzel laf yapsın. دوستان عزیزان به پایان این درس رسیدیم امیدوارم که با استفاده از این اصطلاحات بتونید جمله بسازید و تو صحبتهای ای روزانهتون ازشون استفاده بکنید اگر این کارو کردید حتما به من هم اطلاع بدید یا اگر جمله ساختید همین پایین برای من کامنت بکنید میام براتون چک میکنم قبل از رفتن بفرمایید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره این زنگوله که اصلا یادتون نره که دفعه بعدی اولین نفر شما با